بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با خلیل رحمان واسلزاده آگاه امور سیاسی آقای واسلزاده سلام باشم. ما خوش به آمن... برنامه ممنون و علیکم سلام تشکر در رابطه به هفته کاهش خشونت ها و آنچه که توافق صورت گرفته میخوایم از دید شما بدانیم که این مرحله تا چه حد میتونه یک مرحله امتحانی باشه و تا چه حد زمینه را برای آمدن سال و آتش بس فراهم خواهد کرد بسم الله الرحمن الرحیم کاهش خشونت ها به طوری که بین طالبان و امریکا فعلا جریان داره و توافق شده به نظرم یک درامی تبلیغاتی بیش نیست خشونت بر علی خود ما یک امر مطلوب نیست و باید که طور باشه در سیاست حکم سیاست همی است که همه گروه های که سازمان های که در سرنوشت سیاسی ملت نقش دارن اینا باید مشترکا مملکت به سوی صلح راس پار کنن حکم دین فرمایش فرمایش اخلاق و استنباد عقل سلیم به ما حکم میکنه خاطر نشان میسازه که ما مشترکا باید اخوت و همبستگی را در نظر بگیریم و به صلح سر بگذاریم ولی وقتی که بدون اراده مردم و خواست مردم توافقاتی صورت میگیره ملت افغانستان اینجا در نظر گرفته نشده ما راه که میامدم در واتساپ در یک صفحه اینترنتی یک اعلامیه را خواندم که از یک نهضت سیاسی نو بنیاد که در آلمان چند روز قبل تاسیس شده اینا نوشتن که امریکا باید در در همه امور مسئله افغانستان منشور سازمان ملل متحد در نظر بگیرند و تجلی اراده مردم از طریق قانون اساسی باید ارج بگذارند و جدی تلقی کنند به این خاطر آیا اویت دولت اسلامی افغانستان در انقاد از این ای کاهش خشونت ها و آتش بسی که صورت بگیرد در چی هست عذاب سیاسی در کدام موقف قرار دارند و هویت و جایگاه طالبا از نگاه حقوق دول دول جانی چی هست جدا از اینکه حیات کی هست جدا از اینکه چه موارد باید مورد مذاکره قرار بگیره خود همین ها... کاهش خشونت های هفت روزه که حالا مطابق آمارهای فیلی روزانه هفتاد تا هشتاد رویداد یا درگیری رخ می‌ده. اگر ای کاهش پیدا بکنه آنجا که تعهد صورت گرفتک و عملی هم میشه ام 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 تا 80 درصد فکر نمی کنین که یک نوید بسیار خوب میتونه و یک راه را میتونه باز بکنه به با روند سال؟ ببینین هر عرکتی که او بتانه از خونریزی جلوگیری کنه خصوصا که ملت ما پنج دهه در آتش نفاق و کشتار و قتال بسر میبره این قابل تمجید و تایید است اما مشکل ما ای است که در ایت یک مرحله سرنوشتازی که صلح می نتایج انتخابات اعلام میشه با عجله و تعجیل و ما می بینیم به خاطر سلام باید که در نتایج انتخابات یک غور صورت بگیره امروز مملکت ببینید باز به سوی افتراق رفته دولت موازی از یک گروه چی میشه تعدید از دیگر طرف کاهش خشونت امر خوب است. ما برش عرض میگذاریم و ازش استقبال میکنیم اما اصلا باید که یک مفغانا خودشان مشترکن با عقل و منطق سالم بتانن بین هم به یک توافق برسن تایی که از این بحران بسیار خطرناک یعنی فیلن. حالا همه چیز بر می گرده مسئولیت به سیاسون رهبران سیاسی احزاب و چهره های جهادی و حکومت افغانستان که باید اجماع شکل باید. در غیر از او فکر میکنه این تلاش ها به جایی رسن به این صورت تایی ای که یک اجماع عمومی صورت نگیره ملی بین بزرگان ما و عذاب سیاسی و دولت خصوصا ما میتونیم بازم مییم چون این انتخابات در زمینه سمگیری مردم نقایسه داشت میتونیم روی ازی غور کنیم و یک دولت مشترک به وجود بیایه نه دولت موازی که خشونت بیاره بلکه تا روی یک تفاهم ملی چگونه؟ منظور شما از چگونه دولت هست؟ دولت که دو همه نیروهایی که در افغانستان در بخش سیاسی و نظامی نقش دارن باید اما نظر به مسهمشان به با اینا باید که اختیار و سمیه داده شد چرا باید دولت شکل بگیره؟ چرا باید اجماع شکل نگیره؟ از دید شما چه مانعی میشه تا منافع ملی افغانستان و صلح افغانستان که در گرو اجماع است این مسئله برای سیاسون افغانستان بیشتر مهم نباشه و مسائل دیگر مهمتر قرار بگیره قدرت فقط می است هر گروه می که قدرت زیادتر بگیره از نظر به اندازش. امروز باید دولت که فعلا آقای اشرف غنی دوباره آقای واسل زاده شما میگین مثلا قدرت هست در صورتی که اجماع شکل نگیره در صورتی که ما به صلح نرسیم در صورتی که ثبات در افغانستان تامین نشه و در صورتی که افغانستان نتونه به پای خود استاد شو و اختیارات خود را این در آینده خودش داشته باشه این قدرتی که سیاسون دنبالش هستن رهبران جهادی دنبالش هستن فکر میکنین که قدرت واقعی باشه؟ و اگر قدرت واقعی می بود مملکت به این سرنوشت ناانجار دچار نمی پس چرا بس... از دید شما به این مسئله ترجیح داده نمیشه که در شرایط کنونی باید یک اجماع شکل بگیره تا در آینده از طریق درست و با آرای مردم اونا به قدرت برسن و بتانن قدرت واقعی را داشته باشن در افغانستان و مالکیت همه روانها را عقلانیت و منطق حاکم نیست احساسات است کینه هاست شما میفهمین که در طول چل سال چی مظالم ناروا در برزد ملت و گروه ها اینا دشمنی های کردن تعصبات است همه اینا باید فی امروز کنار گذاشته شوه و بر صلح اولویت داده شوه تا افغانستان از این ای مشاجرات و تشنجات نجات بیفه و این پیام ما به اینا هست که به بزرگان ما ما بارها گفتیم طرح داریم پیشنهادات داریم آقای رئیس جمهور هیچکس کس اصلا توجه نمی که اینا برای خود روان هستند سرخم هیچ طرف و طرف نمیان در یک تغافل هستند قدرت تغافل میاره انسان از راه حقیقی اقلانیت میکشه به سوی ایوانیت ببخشید بی منطقی میبره از این خاطر هیچ نو تفکر برای آینده افغانستان و آرامش ملت نیست خارجی ها رو ما اونها توقع نداریم اونا کار خدا میکنن ولی ما باید به یک اجماع و به یک موقف چی برسیم موقف که اما یک نظر داشته باشیم افتی کاهش خشونت های هفت روزه آغاز شد و از این کاهش خشونت ها که فرصت را گفته فراهم می فکر میکنین تا چه حد نیاز هست که در جریان همین هفته یا در حدود بیشتر و کمتر حکومت افغانستان قادر به این شود که اجماع شکل بته حییت همشمول شکل بته امکان نداره شما ببینین که بازم میگم که در امچو شرایط مهم حالات که استراریست و باید افغانستان از این بدبختی نجات بیفه بر مشکلات ما گریدگی زده میشه و او نتایج انتخابات بود نتایج انتخابات باعث داده. مشکلات حالا شده حالا چرا از دید شما جدا از مسئله انتخابات جدایی که آرا تقلبی بودن نبوده جدا از ای که حکومت موازی یا حکومت که قا... کمیسون مستقل انتخابات اعلام کرد جدا از این مسئله از دید شما چرا سیاسون منافع ملی افغانستان را ترجیح نمیتن به خاطر مردم افغانستان کار نمی و یا چه دلیل میتونه باعث شد که اینا منافع ملی را صلح را در اولویت قرار بتن و مسائل اختلاف را جدا از این مسئله حل بسازن شما مجبور میساز یک جمله بگویم وابستگی وقتی که انسان اراده نداشت، استقلال و آزادی در تصامیم خود نداشت، وابسته به بیرون بود، وابسته یه چیف نظامی باشه، چی مادی باشه، از این خاطر اقتصادی باشه، اینا تحت فشار هستند. سفارت ها فعال هستند و این کار را نمیگذارن ولی باید اینمی اینمی زنجیر اینمی اینمی دروازه باید بشکنه باید اینا دیگه یک بارم فکر کنن که بس است کافی است کسانی که حالا اختلاف میکنن و یا هم به اجماع معتقد نیستن و یا اگر هستن هم تلاش برزی که اجماع در سراسر سر افغانستان میان همه به وجود بیاید سیاسون چهره های سیاسی احزاب حکومت همه آیا میتوان بالای بالا از اینا اعتماد کرد؟ آیا اینا می از مردم افغانستان نمایندگی بکنند؟ تا حال که ناکام بودن ولی من دعا میکنم کنم از اینا تقاضا میگم خواهش میکنم به خاطر یتیما بیوه ها مردم بدبخت ما یک بار در سرکا و در کابل در ولایات برن ببینن آلات مردم هن. خودشان با روزر با آیلکس با ده ها گارد میگذرم میبینن که بچه های خرد مکتب بود پالش میکنن بر ده افغانی گریه میکنن به مردم یک بار اینا باید یک بار هم امی وجدان خدا بیدار کنن یک بار بیدار شون حقیقت ببینن درست مشکلی است خب این مسئله داخلی ولی در کنار از این همین تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته قرار است و به امضا برسه و هفته کاهش خشونت ها هم آغاز شده تو چه حد میتوان خوشبین بود امیدوار بود و میتونیم به صلح برسیم میفهمین در یک ویرانه یک گل هم امیدوار کنند است امروز اگر در یک دشت تشنه باشی یک قطره دو قطره آبم هم به آرامش میرسانم من این می ایدگام مثبت میبینم و امیدوار هستم از خداوند تقاضا میکنم که ملت ما و مردم ما و بزرگان ما به خود بیاین و توجه کنند ممنون از حضور آقای واسه در برنامه ما ممنونه.